سلام، من عسل داوودی هستم، اسیستنت واحد تحقیقات علمی هنری دانشگاه مجازی ویند یا وین ورچوال یونیورسیتی. در خدمت شما خواهم بود با قسمت دیگری از سری برنامه های ویند آف آرت اند ساینس. با ما باشید. در برنامه های قبلی شما رو با چهار عنصر نقطه و خط و سطح و حجم آشنا کردم. در قسمت سوم برنامه شما رو با دو عنصر بافت و رنگ آشنا خواهم کرد. لطفاً به قسمت اول برنامه که شامل عنصر بافت می باشد توجه کنید. بافت آن عنصر بصری است که بسیاری از اوقات به عنوان بدل برای ارضای یکی از حواس که همان حس لامسه باشد ایجاد می شود. اما در حقیقت ما می توانیم بافت یک پدیده را با دیدن تنها یا لمس کردن تنها یا با تلفیق این دو باز شناسیم و ارزش آن را دریابیم. ممکن است بافتی فقط کیفیت بصری داشته باشد و فاقد کیفیت ملموس باشد، مانند بافت بصری حاصل از چیده شدن حروف و کلمات کنار یکدیگر، مثل یک صفحه کتاب یا روزنامه، و یا بافت شطرنجی قابل دیدن روی یک کاغذ شطرنجی و یا یک نقاشی. زمانی با یک بافت حقیقی روبرو هستیم که هم دارای کیفیت لامسه‌ای باشد و هم واجد کیفیت بصری و هر یک به تنهایی حاوی نوعی خبر حسی منحصر به فرد باشند. ولی بسیاری از دریافت‌های حسی ما از بافت به صورت بصری است. مثلا تصاویر، عکس‌ها و نقاشی‌ها و غیره همگی مملو از بافت‌هایی است که می‌بینیم. اما با لمس کردن آنها پی می‌بریم که در واقع بافتی که به آن صورت دیده این وجود نداشته است و برداشت ما از آن بافت فقط بر مبنای آن چیزی است که دیده ایم. جعل کردن طبیعی یک نوع بافت که فقط دیده می شود ولی وجود خارجی ندارد، تنها وسیله دفاع و بقای بسیاری از پرندگان، ماهی های کوچک، خزندگان و حشرات است. شیوه استتارهای نظامی هم نوعی از همین روش است که با الهام از طبیعت اخذ شده است. به عبارت دیگر، بافت یکی دیگر از عناصر هنرهای تجسمی است که معمولاً آن را تنها با حس لامسه در ارتباط می‌دانند، در حالی که اهمیت آن بیشتر در ارتباط با نیروهای خاص و استعداد اکتسابی قوه بینایی است که در اثر تجربه و کسب اطلاعات به دست می‌آید. گاهی عنصر تجسمی از طریق دو قوه لامسه و بینایی توأماً تجربه و شناخته می شود. در این صورت ابعاد وسیع تری از مفاهیم تجسمی را قابل ادراک می نماید و عالم هنری گسترده تر کیفیت بصری را به معرض نمایش می گذارد. ممکن است با دیدن بافت یک نمونه تجسمی، ام از سطح یا حجم، تنها قوه بینایی وسیله ادراک آن موضوع یا مفهوم گردد. در ضمن علاوه بر آن ممکن است نیروی لامسه نیز به کار آید و تو امن برای فهم یک نمونه تجسمی به کار گرفته شود. اما معمولا درک بافت از طریق بینایی انجام می شود که در ضمن ممکن است با خطای باصره نیز همراه باشد. بنابراین بهتر است بافت را از دو نظر مورد دقت و بررسی قرار دهیم. یک، از نظر شکل و فرم که وسیله فهم و درک آن قوه بینایی است و ارزش‌های هنری آن را قوه بینایی مشخص می‌کند. دو، از نظر خاصیت فیزیکی و جنسیت بافت که ارزش‌های آن را قوه لامسه مشخص می‌کند، این نکته در آثار هنری گذشته نیز مد نظر بوده است. امروزه نیز برخی هنرمندان مدرن آثار هنری خود را در سطح یا در حجم به نحوی ارائه می‌دهند که علاوه بر جنبه‌های بصری، از لحاظ نیروی لامسه نیز ارتباط را به گونه‌ای دیگر برقرار می‌سازد و ممکن است یک اثر مجسم سازی یا نقش برجسته به نحوی به وجود آید که کلن یا بخشی از آن از طریق نیروی لامسه قابل درک و فهم باشد. البته اگر میدان عمل هنرهای تجسمی را گسترده تر تصور کنیم و زمینه های جدیدی را که برخی از مواد امروزی خصوصا برای طراحی صنعتی و هنرهای کاربردی فراهم ساخته است در نظر بگیریم،
اهمیت موضوع را بهتر درک می‌کنیم. کاربرد اشیای طبیعی و مواد مصنوعی در هنرهای تجسمی و کاربردی و حتی در معماری خصوصیت بصری متفاوتی را که ناشی از بافت‌های مختلف است ایجاد می‌کند. Virtual University. Touch the wind, touch the world. مواد صاف و نرم، زبر و خشن، براق و کدر، مانند چوب، شیشه، سنگ و پارچه و فلز و پنبه، کاغذ و غیره. هر کدام از نظر بصری و نیز در رابطه با نیروی لامسه دارای جلوه و نمود خاصی است. این گونه بافت را مرتباً در طبیعت مشاهده و لمس می‌کنیم و در نتیجه برای ما ایجاد سابقه ذهنی می‌کند. انسان از دوران کودکی نسبت به بافت که آن را به وسیله قوه باصره و لامسه ادراک می‌کند، مرتباً تجربه می‌اندوزد و با توجه به اندوخته‌های قبلی نسبت به کیفیت بصری، نمونه‌های تصویری و تجسمی اظهار نظر می‌نماید. بافت براق لعابی کاشی، بافت مات آجری، بافت براق سنگ مرمر و بافت مات آجری، بافت خشن چوب و بافت صاف آسمان، بافت شفاف و کدر مناظر، بافت نرم و سبک ابر و دود. معمولاً مفهوم بافت را در رابطه با جنسیت مواد و مصالح به کار می‌برند که به وسیله قوه بینایی و لامسه ادراک می‌گردد. اما تا آنجا که مربوط به قوه بینایی است، تنها شکل و فرم مواد را مطرح می‌کند و سازمان شکلی و چگونگی شکل‌گیری عناصر تشکیل دهنده آن را معرفی می‌نماید. نمونه‌هایی از مواد با توجه به بافت‌های متفاوت آنها. دو نمونه از بافت که از نظر شکل و جنسیت قابل توجه است. نمونه هایی که به وسیله مواد و ابزارهای مختلف برای آشنایی با بافت انجام شده است. نمونه های دیگری برای آشنایی با بافت. آشنا شدن با روش‌ها و تکنیک‌های اجرایی به هنرمند توانایی و جرأت می‌دهد تا از حد متعارف طراحی و تصویرسازی پا را فراتر نهد و آثار بی‌نظیری به وجود آورد. در نمونه‌هایی سعی کرده‌ایم در حداقل زمان و با بهره‌گیری از مواد و ابزار متناسب جلوه‌های تصویری بدی ایجاد کنیم. در این تصویر نمونه‌هایی را در مورد بافت با همین روش نشان می‌دهیم. استفاده از مواد و ابزارهایی که میتواند به سهولت جلوه‌های بصری ایجاد کند، در صورتی که با نکته سنجی و انتخاب صحیح همراه باشد، نتایج بسیار جالب و ارزنده‌ای به وجود می‌آورد. نقاشی با رنگ روغن بر روی پارچه، نقاشی با آبرنگ بر روی کاغذ، استفاده از مواد رنگی به صورت گچ رنگی پاستل و نقاشی با وسایلی چون کاردک که لایه بیشتری از رنگ را در روی سطح می نشاند، پاشیدن رنگ با دستگاه ها و وسایلی